سلام ارادت، وقتتون بخیر. من محمد کریمی هستم. سلام، من آرش مسلحجان. خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جذاب از جنس آنباکس. یه ویدیو گذاشتیم مخصوص روبیک های زیر 1 میلیون، همه رو بررسی کردیم، عیب و مزایاشون همه رو. و توی این ویدیو که قبلش داره از طریق لایو اینستاگرام پخش میشه از پیج آقای مسلحجو، قراره که همه این روبیک زیر 1 میلیون رو آنباکس کنیم و دونه دونه براتون تستش بکنید. یعنی در واقع این پارت دوم روبیک های زیر 1 میلیونه. اگه ویدیوشو ندیدین، هم تو کانال من هست هم تو کانال آرش مسلحجو هستش، ویدیوش رو ببینین. و برای مترجم از لایو دیگه حتما اینستاگرام آرش مسلحجو من رو فالو داشته باشین تا از لایو های دیگه عقب نمونید. صحبتی هست؟ قراره بعد از این که این روبیکا رو تست کردیم، عملا نظر شما رو هم بدونیم و روی اون روبیکایی که نظر شما مثبت هستش یه عدد فوق‌العاده ویژه‌ای براتون تخفیف میذاریم که میتونید از طریق سایت rubik.ir خریدشون رو انجام بدین. پس بریم با هم شروع بکنیم این لایو و ویدیوی جذاب رو. خیلی خوش اومدید به لایو. یه دوربین اینجا داریم که داره برای یوتیوب و حالا شبکه اجتماعی دیگه ضبط می‌کنه. گاهی مجبوریم یه سوئیچ بکنیم چشه اینوریشه. در جریان باشید. یه دونه ویدیو ضبط کردیم که اتفاقا چند روز پیش ضبط شد، خیلی داغ داغم رفت رو یوتیوب، برای تست روبیک‌های زیر 1 میلیون بود. ما توی اون ویدیو دیگه بازشون نکردیم چون خیلی زیاد بودن. به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه شما حتما بازش هم ببینید و تستش هم بکنید، یه لایو داشته باشیم، یه کلیپ هم ازش ضبط بکنیم. حالا این دفعه دونه دونه‌ش رو براتون باز می‌کنیم و براتون می‌چرخونیم و تستش می‌کنیم. بریم که کم کم لایو رو شروع بکنیم. برای بچه‌هایی که حالا در جمع نیستن، توی حالا محدوده 1 میلیون تومان، خب بیشترین تقاضا برای خرید توی این محدوده است. روبیک‌های متنوعی هستش، هم برای سرعتی و هم برای شروع سرعتی و هم برای مبتدی. توی این ویدیو قرار تو رنج‌های مختلف از 100,000 تومان شروع بکنیم به آنباکس کردنشون. لایو تو خود اینستاگرام آرش مسلحجو ذخیره میشه و 72 ساعت دیگه هم روی یوتیوبمون منتشر میشه. خب میخوای به گوشی تو بذار اینجا کامنتارم ببینی. آره اینو بذارم اینجا. آره یه دونه چیزام باید بیاریم. تو کیفم بودی های بود. یه دونه کاتر آره باید بیاریم. حالا من وسط لایو بلند میشم اینا. خب میخوام شروع بکنیم. من از فعلا شروع کنم برم جلو. بچه‌ها تا محدوده 100 تومن، یعنی خلوش 100,000 تومن، دو تا روبیک ما بیشتر نداریم که خب یکیش کایوای وریوره و یکیش هم مویو میلانگ سیه. این روبیک ها برای یادگیری مبتدی که فوق‌العاده است، اما برای یادگیری سرعتی میتونه برای یادگیری خوب باشه، اما خب رکوردهای خیلی پایین بخواهید داریم، مجبور رو به جا به جاییش هستین. توی این رنج من این رو باز کنم، یه کایوای وریو رو داریم که خیلی پرطرفداره، اکثرا دیدینش. جزو اولین روبیکای خیلی مبتدی خیلی خوب بود، یعنی مال مثلا بودن سال 94 دیگه، 1394 ما 9 سال اومده این روبیک. جزو اولین روبیکایی بودش که کایوای اومد ساختار شکنی کرد. هیچ کس هم فکرشو نمیکرد این اتفاق رقم بزنه. اومد روبیکی عرضه کرد که ساختار شبیه ساختار روبیکای خیلی خوب بود، ولی قیمت به شدت قیمت پایینی بودش. این باعث شدش که بازار هنوز که هنوزه تحت تصرف همین روبیک وریور قرار گرفت. تدی که کلا کامل مشرف رو همه سرعتش هم دیدین دیگه، داره چرخوندن. اینم واسه یه دستش سرعت خوبی داره، یعنی مثل 6 7 سال پیش نیستش که مثلا روبیکای مبتدی با سرعتی خیلی فرق مثل سنگ بچرخه. آره این اوکیه. بعدیش کو میلانگ آنجا. خب این چجوری چیزش کنیم؟ تفاوت این روبیکا با روبیکای سرعتی که خیلی ها سوال میکنن، میگه آقا وقتی من کارم با 100 تومن راه میفته، بعد آقای مثلا کریمی هم برگشته گفته این روبیکو میتونی برای شروع حل سرعتی استفاده کنی، پس من برای چی برم مثلا 900 تومن پول بدم، 1 تومن پول بدم؟ بچه ها تفاوت فاحشش این هستش که این روبیکا زود افت کیفیت پیدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی اون سرعت اولا بله. نه ببین مثلا من میگم زود افت کیفیت، یکی تو 3 ماه، اون یکی تو 6 ماه افت کیفیت، اون یکی تو 1 سال افت کیفیت، اون یکی هی میره جلوتر دیگه. پس در نتیجه این روبیکا هیچ وقت نمیتونن جایی یه روبیک خیلی خفن رو برای شما بگیرن، اما در هر شرایط به هر حال به نسبت قیمتش ارزندگی خودشو داره.
گفتن گنز ارزون. بله گنز ارزون قراره یکیش معرفی شه. آره یکی از که واقعا بهترین های زیر یه تومن گنز مانستر گل. واسه یه روبیک های زیر یه تومن، این روبیک من خودم خیلی دوست دارم، مویو میلنگ سیه. فرقش با مویو میلنگ عادی چی بوده؟ ببین اومدن وزنش رو چند گرم سبک کردن، طول محور یک مقدار، البته اینا که من دارم بهتون میگم خیلی تخصصی شما متوجه نمیشه، ولی طول محورش یه ذره کوتاه کردن، مرکزها به هم نزدیک شد، درنچ پایداریش بیشتر شد. خیلی سرعت خوبی داره، یعنی در حد روبیکی که واسه مبتدیه سرعتش خیلی بالاست. میدونی ساختارش قشنگ عین مثلا روبیکای خفن، اومدن کرو دادن به کورنرا، آنتی پاپ براش آره، گذاشتن، خیلی گندش کردن قشنگ همون شکلی. این پولوش زیر 100 تومن الان تو اردیبهشت 402 این نه اواخر اردیبهشت 402 امیدواریم که کلیپ ضبط بکنیم اواخر اردیبهشت 403 بازم بگیم زیر 100 تومن، ان شاءالله که بالا نره. این بالا رفتن قیمتا واقعا به نفع هیچ کس نیست. زیر 100 تومن این دوتا عزیز دل بودن. روبیک بعدی یکی از شرکت کایبا، یکی از شرکت مویو، دوتا قدیمی همیشه در رقابت که خیلی وقتا حالا مویو سر بوده، خیلی وقتا کایبای. خب بریم برای بعدی از 100 تومن تا 500 تومن. اولیش کایمنگ ساده رو تست کنیم. کایمنگ نمیزنی ساده است. خب کایمنگ ساده بچه‌ها توی چین برای دانشجوهاست، یعنی خیلی سخت میتونین خودتون بگیرین. یا یه نسخه مگنتیک هم داره که سرعتش خیلی از این بیشتر شده، ولی خب دیگه پیدا نمیشه گفت. نه دیگه به خاطر اینکه اصلا نمیدن، یعنی به ما نمیدن، برای صادرات نیستش، ما خیلی به زور میگیریم ازشون. این جعبش آبی رنگه، اون یکی جعبش قرمز رنگه، بسیار روبیکای خوش رنگی هن. یعنی اصلا رنگاشون خیلی مرکز، حرکتش هم خیلی خوبه واقعا. 80 گرم، یه ذره سنگین وزن بچه ها، ولی رنگ بندی که داره اگه نگاه بکنین یه فسفوری پر رنگه، واسه یه لوچهت خیلی خوبه. بذاری من یه ذره البته بچه ها میدونید که حالا اینا شاید برای یه سریتون تکراری باشه، ولی ما همیشه یه سری مخاطب جدید داریم که با اصطلاحات دنیای کیوبینگ آشنا نیستن. ما یه اصطلاحی داریم برای بریک شدن، یا بعضی ها بهش میگن ستاپ شدن، حالا قدیم بهش میگن آب بندی. این روبیک الان از جعبه در اومده، این باید در تا 20 سال بزنید بعد لوپش بزنید تا درست در بیاد. خامش اینقدر خوبه، مطمئن باشید بریک بشه خیلی معرکه میشه. خب این از این بچه ها، این پیشنهاد خیلی خوبیه، به خصوص برای بچه هایی که دوست دارن یه رنگ بندی تو ششتنی برای لوک هد داشته باشن. محدوده چقدر این الان؟ 200 تومن. محدوده 200 تومنه. آره اصلا یعنی اصلا خواهیم بین اینا بگیریم یه ذره بیشتر بذاریم، مثلا حدود 200 تومنی رو بگیریم خیلی بهتره. نوع حرکتش هم خامه ایه، حرکت های خامه ای، حرکت های خیلی اسموتی هن. یعنی وقتی که رد میشن سطوح از روی همدیگه شما حس رد شدن رو دارید. خب این هم از این. بعدی میشه چی؟ میشه کارخونه ای که خیلی خیلی قدیمیه، خیلی کارخونه دوست داشتنیه، خیلی دوستای خوبی هن برای من، همیشه تو چین هوای منو دارن. کارخونه شنگشو که ریبراندینگ کرد و دیگه اسمش شد سنگسو، یعنی الان به سنگسو بیشتر میشناسن. شنگشو خیلی قدیمه، به شدت پرفروشه، مخصوصا تو بازار خود چین فوق العاده پرفروشه، اساسا به واسطه اینکه خیلی پرفروش بوده، اصلا خیلی دغدغه‌ای برای کار نداره. یعنی میدونید میگه من نیازمند نیستم طراحی جدید. آره مثلا هر دفعه من بهش میگم مثلا بابا بی خیال این چیه تولید کردی، میگه همینش هم مثلا نامبر وان فروشه توی چین. خود چین هم 1.5 میلیارد جمعیت داره دیگه. اما با توجه به این مسئله یک لاین رو انداخت به نام مستر ام، از دو در دو داره، 7 در 7 داره، اسکوپ داره، اسکوار داره، لاین خوبیه، لاینیه که از اسمش مشخصه دیگه، امه، یعنی مگنت رو اومد درگیر کرد، همشونم اسکرچن. آره. یعنی روش یه جنس خاصی داره، این استیکرهای روش مثل یه تیکه پلاستیکه، این سرامیک ماننده. از لحاظ مقاومتی از زمان شروع کار این شرکت تا الان فوق العاده مثلا روبیکای مقاومی ساخته و این هم از اون حالت ها استثنا نیستش. اومده یه روبیک مقاوم ساخته، سرعتش خوبه، مگنتاش احساس میشه، وزنش هم سنگینه، یعنی اگه میخواین روبیک سبک باشه خب قطعا این مناسبتون نیستش. چیزی که محمد رضا میگه وزن سنگین، یه اشتباه، ما برامون 10 گرم بالا پایین آره میشه. آره. سنگین و 2 کیلو نیستش که. مثلا الان این با اینه مقایسهش، مثلا این شاید 70 این 80 همین مثلا 10 گرم 15 گرم کلا که همش زیر 100 گرم هست، بالای 100 گرم که نداریم، ولی 10 15 گرمه. اما برای یک کیوبر حرفه‌ای مهمه بچا
کسی مثل محمد رضا کریمی کلن نگاه کنید، من دوست دارم ضربه که میزنه اگه روبیک عادی رو ضربه بزنه میره تو دیوار خیلی محکم اصلا صدا رو ببینی. ولی من مثلا اسموت کار میکنم با روبیک، من معمولا باید روبیک های سبکتر بخوام. اینا رو براتون میگم که تجربه شه، خودمونو مثال میزنم که درک بکنید. من معمولا سبکا بیشتر به دردم میخوره. محمد رضا واک و شنگشو چیزایی که جون داشته باشه، اگر نه تو دستش میترکه. آره برای بچه‌ای که خورده سفتر ضربه میزنن به روبیک، این روبیک خوبیه، سرعتش خوبه، مناسبه به نظرم. رنگ بندیش به خاطر این اسکرچ بودنش خیلی جالبه و یه انتخاب برای بچه‌ای که روبیک خیلی مقاوم میخوان. بعدی توی این رنج مستر ام و شما با یه عدد خیلی مناسب میتونید یه روبیک خیلی خوبم داشته باشه دیگه. بعدی میشه دیان شین، باز هر از قدیمیای چین. این دیان شین بچه‌ها، این روبیکایی که اصطلاحا میگن روبیک آشغالی ها که رنگاش در میاد، استیکراش مزخرفه، نمیچرخه، قدیم بودش. این محصول جدید همون کمپانی که توی دو سال گذشته دیان شینگ اومده آقا برخلاف شینگ شوی که فقط فروشش رو حساب میکرده، گفته نه من فروشم رو دارم، حالا میخوام ارزش قائلشم، بیام تو گرید A و اومده برای گرید A. و این یه تولید فوق‌العاده از این شرکت دیان شینگ سولار. تجهیزات هم یه دونه پایه داره، پیچ کشتی هم داره، پیچ کشتی داره و چیز داره در دورنش ساحل. خیلی شبیه مویو میلان کار کرده، البته من اعتقاد دارم یه 10% افزایش سرعت داشته، ولی خب خیلی شبیه، همونجوری پایه گذاشته، همونجوری پیچ کشتی تنظیم حتی جعبه هاشون هم بچه استایل جعبه رو میبینی اندازه هم دیگه. یعنی دیان شینگ اومد از روی مویو میلان این لاینش رو، لاین سولارش رو راه انداختش، ولی روبی که خوبیه. کلن هم دیان شینگ هم خیلی کارخونه قدیمیه، بیشتر انرژیش رو گذاشت روی روبیکای خاص، هنوزم انرژی اصلیش رو روبیکای خاصه، ولی خب این روبیک با قیمتی که الان داره ارزشمنده، مخصوصا الان که لایو داریم که شما میدونید تخفیف داریم، این نزدیک 50% تخفیف داره، یعنی چیز عجیب غریبی شده. یه نکته، چون دیگه اسمش اومد، مویو میلانگ هم باز کردم، مویو میلانگ مگنتیک یکی از شاهکارهای دو سه سال اخیره، یه سرعت بالا، یه میان رده که در حد حرفه‌ای زده کارخونه مویو. بله لاین میلانگ. آره ظاهرشون رو نگاه کنید بچا، ظاهری عین همدیگن، یعنی هیچ تفاوتی نداره. وزنی هم از نظر من یه اندازه. آره. سرعتش ببین کنون اندازه بیشتره. بله لیتمتی به اجازه دارم بچه در ادامه قرار تست کنیم. مگنتو اینکه کامل حس میشه از نظر من، همچنان از نظر من همچنان 10% سولار سرعت بیشتری داره، ولی مگنت های مویو میلانگ رو بیشتر حس کردم. آره مگنت های میلانگ قوی تر اما از سرعت سولار بیشتر. تجهیزات خوشکم هستن. آره تجهیزات داخلی هم یکسانه، جفتشون یه پایه دارن، فقط هنگ پایه رو عوض کردن. از اون برم یه دونه باکس اینجوری دارن که توش پیش گوشته با یه دونه دفترچه راه نماتی. ببین قشنگ ببینی؟ آره قشنگ وای میسته. این مگنت های میلانگ به نظر من جذاب تره. آره به نظر من مگنت های میلانگ بهتر کار شده، ولی از نظر گردش سطوح من سلیقم به سولار نزدیک‌تر بود. من خودم سولارشو بیشتر دوست داشتم. تو گردش سوتو البته خیلی جزئی‌ان، ولی اگر می‌خواید انتخاب بکنید این همین جزئی‌ها روی انتخاب شما تأثیر می‌ذاره. خب اینم از این. دیگه بریم سراغ در واقع یی‌شنگ مگنت که اومد توی رده‌های پایین یک اتفاقی رو رقم زد که برای شما خیلی جذابه. اونم این هستش که به جای پیچ براتون اسپرینگ کار گذاشته. اسپرینگی که خیلی عاشقشن. خب اسپرینگ یه ستاپ تنظیم روبیک که بر بچه‌هایی که نمیدونن و خب معمولا روی روبیک‌های گرون قیمت بود، اما دیگه کارخونه‌ها اومدن روی روبیک‌های ارزان‌تر گذاشتن. یه باکس مدل قدیمی ساده هیچی یعنی تو این که هیچ کنه، ولی روبیک جذابی داده. وزنش وزن خوبیه، سرعتش نسبت به ارزش خریدش زیادی بالا. صداشو گوش کنین، خیلی سریه بچه ها، سرعتش خیلی بالا. باید کنترلش الان از دست منم دارم. وزنش خیلی خوبه، مگنتاش اصلا احساس نمیشه، اصلا یکی از چیزایی که برام دخالت نمیکنه. آره همین مگنتاش. ارزون ترین روبیک اسپرینگ دار دنیاست دیگه. ببینیم چقدر. اینم یه آچاره، آچار مخصوص داره برای تنظیم. در پوش رو برمی‌دارید، آچار رو تنظیم می‌کنید توی سه جهت، یه جهت صفر خودش هستش، تو دو جهت هم روبیک رو براتون شلو سفت میکنه. علتش همین هستش که شما با پیچ باید با حستون این کار رو بکنید،
با اسپرینگ دقیقاً روی یک درجه خاص با میشه، به خاطر تنظیم روبیکتون قاعدتاً توی روبیک های اسپرینگی به هم نمیخوره. یه نکته که هستش بچه ها، با اینکه سرعت زیادی داره ولی فرمول پذیری خوبی داره، ترین احساسش خیلی خوبه، یعنی فرمولی که میزنین روی دستتون میشینه و این خودش یکی از مزایاش، لوازم جانبیش کمه دیگه برای بچه‌ای که میخوان حتما لوازم جانبی داشته باشه. این اومده تمام تمرکز گذاشته واسه قیمتش روی خود مکعب. خودم اینو خیلی دوستش داشتم، با اینکه رنگ بندی مات 56 میله 56 فیکسه، یعنی 55 نیم هم نیست. به خاطر همین گاهی مثلا روی بغل این روبیکا میبینی یه کوچولو آدم اسم میکنه این بزرگتره، که این برای یه سری ها حسنه، برای یه سری هم عیبه، اصلا دوستش ندارم. ولی از نظر سرعت بسیار به قول معرض فرمول روش میشینه. در واقع ما به این روبیکا میگیم تو دست روبیکای، تو دست روبیکایی هستند که خیلی از دستت فرار نمیکنن، لیز نمیکنن. تو سرعت شما الگوریتمی که میزنید باهات همراهی میکنه و خب واقعا قیمتش هم خوبه، این هولوش 500 تومنه دیگه، حالا تو تازه غیر تخفیفش، الان با تخفیفش حتی کمتر هم شده. و اما یکی از پرطرفدارترین روبیکای، آره همون الان که نوشتش من دارم، آره جا انداخته. چقدر الان قیمتش بودن؟ الان هولوش 300 تو تخفیف که کمتر هم هستش. خیلی اینو پیشنهاد میکنم. یوکسینگیتل ماجیک ورژن 2 نسخه غیر مگنتش، این چجوری بازش کنیم پاره نشه؟ بچه ها نسخه غیر مگنتش نسخه ای هستش که به شدت پرطرفدار بوده، یعنی سالهاست حتی دست یه سری اسپید کیوبر هم شما همین نسخه ساده غیر مگنتش رو میبینید. مثلا کوین هیس که قهرمان های بزرگ دنیا، اوه بی کیوب زیاد میزنه کوین هیس دیگه. آقا اینو ببینید، این اگه براتون ارسال شد کارم های کریمی الان اینجا چند میزنه که نمیشه دیگه، شما چیزش کنین بازش کنین. اینا تو باز کردن جعبه جعبه های عجیبی تولید میکنن، جعبه باز نمیشه، باز نشو تولید میکنن. بچه این خیلی فوق العاده از نظر من، تو حالا اکثر ویدیو این ورژن دو هم هستا، ورژن یکش جعبه خاکی داشت، پایم توش نبود، ورژن دوشه. صداش اگه گوش کنین، حالا بچه که از یوتیوب میبینن صداش خیلی بیشتر از مشخصه، خیلی سبک، فرمول پذیری عالی، سرعت بالا. یه نقطه ضعف بخواید برای این بگین چی میگین داره به نظرتون؟ ورژن دوش به نظر من یه مقدار ترنینگ استایلش متفاوت شد. به نظر من ورژن یکش ضربه‌ای تر شد، به نظر آره. سلیقه من نزدیک شد، کلیکی تر شد. آره. من ولی خیلی دوستش دارم. اون یکی برای من، ورژن یکش برای من بهتر بود، نرم و اسموت و خامه‌ای حرکت می‌کرد. این ضربه‌ای یا تیک کردن نقطه صفر به یکشون خیلی سریه، یعنی وقتی میزنی از صفر بینگ میپرن روی یک. این نگاه کنی امشو، آره چقدر قشنگ میزن این وا، یکی از واقعا بالا خیلی خوبه، منم دوستش دارم. مات هم شده، تجهیزات شده از این پایاس، دوباره از همون یه دونه پیشگوشتی ها. و ببین زاویه چرخش حتی حس هم شما نمی کنید، یعنی میزنه براتون به راحتی. بعد شما تصور کنید این روبی قراره یه روبی مبتدی باشه ولی داره اینقدر کار را میندازه. یه نکته مهم بچه‌هایی که میخوان واسه یه دست کار بکنن، بودجه پایین بخرن، این خوراک یه دسته. ببین چه سرعت داره، تنظیمش هم بکنیم واسه یه دست خیلی مناسبه از نظر من، چون واسه یه دست میگم معمولا روبیکایی که مگنت نداشته باشه، این روبیک واسه یه دست هم اون واسه یه دوری یادم رفت بچه ها. آره گاهی نگاه میکنم، آره شما نگاه کنید، هم وزنش کمه واسه یه دست مناسبه، همین که سرعت خوبی رو داره. این از این، این برای شما همیشه یادتون باشه که وقتی میخواید یه روبیک رو انتخاب بکنید، ارزش خرید نسبت به قیمتش رو چک کنید. وقتی یه روبیک مثل میلانگ و محمد رضا میگه خیلی روبیک خفنیه، به یه روبیک زیر 100 تومن میگه خیلی خفنه. قرار نیست با گنده روبیک زیر 100 تومن، آره مثلا شما 10 مدل روبیک زیر 10 100 تومن داشته باشیم، این مثلا خفنشون گلاشون بودن از نظر من. شما نگید که آقا مثلا آقای مسلجوهای کریمی، شما که گفتید این بهترین، بهترین تو بازه خودشه، بهترین تو 400 تومن، تو 500 تومن، یه همچین چیزه. یولانگ ورژن 2 این نسخه مگنتش هستش، همین نسخه دقیقاً ورژن 2 غیر مگنت هم داره، هیچ وسایلی نداره، جعبه خیلی خوشگل، بسیار مقاوم، بسیار خوش رنگ. نقطه ضعف اگه بخوام بگم نظر من، خیلی مگنتش حس میشه، مثلا تو چیز من نیست ولی شما خیلی دوستش داری میدونم. آره من اینو خیلی دوست دارم، یکی از علتاش اینه چقدر خوشگلم، یکی از علتاش این هستش که این روبیک، روبیکی هستش که در مدت زمان زیاد طول عمر بالایی با سرعت بالا رو داره و من خیلی برام مهمه که مثلا خودم رو جای کسی میذارم میگم آقا من که پول میدم
مثلا یه حالی هم با روبیکم بعد از 6 ماه یه سال بکنم زود افت کیفیت پیدا نکنم. یکی از ویژگی‌های فوق‌العاده خوبش اینه که به شدت روغن‌پذیره، به شدت. یعنی تو قطره روغن لوب بزنیم منفجر قشنگ روش احساس می‌کنین تاثیر لوبو. خیلی من البته خوشش هم خوبه ولی برای بچه‌ها که خیلی مگنت دوستان حس بشه این خیلی خوبه. سبکش ضربه‌ایه ولی باید لوب بخوره حتما. آره الان یه حکم مثلا یه ذره لاکاپ ایجاد میکنه. آره لوب بخوره جعبش هم خیلی باحاله، یه کوچولو موچولو طرح روبی کم داره. هلوش قیمتیش الان تو اردیبه 645 تومنه، معمولا تو تخفیف 100 تومن 200 تومن کم میشه ازش و اگه شانستون بخوره تخفیف داشته باشید اینو بذار یاد نره و لذت میبرید ازش. یه قیمتی داره که ارزش خریدش نسبت به قیمتش بالاست. بریم سلطان تاندر کلپ. این برای من ویژن است. فقط رو باز کنیم که خودش این خوبه. آره این خوبه. جعبه ورژن جدید این شکلی طراحی شد. ورژن همین ورژن 3 تولید باکسش دقیقاً یه جعبه کشویی داشت. بعد اونم جعبه رو نمیدونم برای چی جعبه کامل عوض کردش. اون حالا خیلی فکر کرد که یه ورژن جدید نه ولی همون ورژن 3 همون ورژن. این چجوری در میاد؟ آها جعبش خب جعبه با کلاسیه دیگه، میدونید آدم حال میکنه وقتی یه همچین روبیک رو میخره. بچه‌ها به نظر من بسته‌بندی خیلی مهمه. بسته‌بندی رو حال روحی آدم تاثیر میذاره. هیچ آچار ماچار نداره. هیچ. صفر صفر. اما روبیک بسیار این تو سلیقه منه. بچه‌هایی که میگن ما یه روبیکی تم واک میخوایم، واک الیت، واک تیری، واک ام، این نسخه اقتصادی همه اوناست. واکه پاره قشنگ واکه قشنگ واکه. آره. فقط یه ذره تغییرات دیگه داشته، رنگ بندی براق داره بتونم بازش کنم. بله تونستم. این از اول اولا اینش که وایسلسه، دقت بکنید بچه‌ها که از یوتیوب میبینن اینا صداشو گوش کنن، صداش حالا بیشتر میفته، خیلی صدای کم قشنگ کره‌ایه. یعنی با من میگم ژله‌ای شامی کره‌ای. سرعت خیلی خوب خودم بیا خامه کرهی آهن کس را عباسی میگفت کرهی صبونه را انداختی فهمی اصلا چه فرمولی میخوره. مگنت ها حس نمیشه، ترنینگ سلاید عجیب و غریب، سنگینه بچه ها کاملا روبیک سنگینه. وزن شما نسبت به روبیک های دیگه حس میکنید. در نتیجه وقتی روبیک وزینه شما به راحتی میتونید به هیچ ضربه بزنید، اصلا خیالتون دیگه راحت بشه. خب یه جورایی مثل بقیه چیزا میمونه دیگه، چیزی که وزنش زیاده رو هر چی بهش بزنی تکون نمیخوره. خیلی روبیک خفنیه. هولوش قیمتی 700-750 تومن. یکی از انتخابایی که خودم خیلی دوستش دارم. واقعا حال میکنید. براق برای کسی که براق میپسندن، خب در نتیجه روبیک براق خط و خش میفته روش، اینو در نظر بگیرید. رفلی نور داره، اینو در نظر بگیرید. ولی خفن اقتصادی واکه همین خیلی راحت و از ورژن 1 و 2ش خیلی بهتر شده. خیلی یه فاصله عجیبی گرفت. ورژن 2 تاندر کلاب. ورژن 2 میگم من معتقدم ورژن 2ش چی؟ یکی شو تست کردی؟ آره قبلش گفتیم چی؟ تاندر کلاب میگفتیم، یه اسمی که تاندر بولت هم بهش میگفتن. تاندر بولت آره. آره. دوست داشتی؟ من اونو بیشتر دوست داشتم. آخه تو برهه زمانی اومده بودش که مثلا روبیک تو دست ما نبود، اون خیلی حال میدادش. آره ولی ورژن 2ش مثلا یه خورده زود عمرش میره. آره آفرین. طول عمرش پایین راست میگه. طول عمرش پایین. اما میتونی ورژن 2ش من به کی میدادم؟ به بچه‌ها. خوشی میگیرن. داغون میکرد روبیک. این روبیک اصلا آخ زیر تریلی هم میرفت آخ نمیگفت. یعنی میمون براتون دیگه. ولی ورژن 3ش خودش ترکو. خب الان یه دونه چیز داریم فکر کنم. یه دونه باید ببین واژه مینی داریم. آها نه یه دونه یوکسین ورژن 2 داره. ورژن 2 مگنت. ورژن 2 مگنت. اون خودتون باز کنین که ارسال میکنین. بازش کن. ببین اول از پکیجش بگم بچه‌ها، پکیج ورژن 2 آدیو مگنت یکسانه، فقط اون مگنت این نشده. تجهیزات هم یکسانه. فرق نظر قطعاً تنظیم پیچ میخواد. اینی که دست منه که قطعاً داره بهترین داره. آره. اسپرینگ داره تو 10 حالت تنظیم. این یک حسن بسیار بزرگی، یعنی کاستماایزیشن یا کاستماایزش به راحتی انجام میشه و شما میتونید کاملا برای خود شخص سازی کنی. روبیک از کارخونه لوب خورده، به خاطر همین سطحو که نگاه میکنی میبینی براق بودن و چرب بودنش باعث این... یعنی متوجه میشه که از کارخونه لوب خورده. به نظر من هنوز خشکه، باید کارشه. خیلی استیبله، یعنی کنترل پذیریش بیش از حد بالاست. این خوراک خودم این روبیک از دستتون تحت هیچ شرایطی در نمیره اصلا. یعنی حرکت اصلا. یو میزنی سر یو وای میسه، جلوتر نیست. و برای منی که این سبک روبیک های استیبل دوست دارم خیلی به نظرم باحاله. به مانستر بچه ها میرسیم، یک کوچولو مونده.
به نظر من اگر میخواییم بین این و ورژن دو واسه دو دست انتخاب بکنین این استیبل تره، اما اگر از لحاظ سرعت میخواییم به نظر من بدون مگنیت سرعتش یه ذره بیشتر از بیشتر بود. من حتی حس کردم مثلا میگم این به نظر من باید مثلا 2-3 درجه حداقل اسپرینگش برای من شل شه. آره آره یه ذره کاسه فاصله بگیره، گردش سوتوش بهتر شه. آره موافقم با این قضیه. ولی استیبل دیگه اصلا از دست ریز نمیخوره. در نتیجه شما میخوای سرعتی شروع کنی، هنوز فینگر تریکس نداری، خب این خیلی برات گزینه خوبیه چون فینگر تریکس نداری، همش روبیک میخواد دست در بره. این خودش 50% راهو برات میره. و واقعا یوکسین روبیک بد نداشته، با اینکه هیچ موقع خیلی درجه یک خوبی نداشته، همیشه روی یه خط میانی قرار داره، یعنی نه خیلی روبیک خفن تولید کرد، تک و توک روبیک خفن داره. مثلا یوکسینی که دست چیز بود چی بود؟ لیتل آجی ورژن یک بود. اینا ورژن یک بود. من هنوز دستم توی سر از آموزشام اینو میان رده معمولا کار میکنه. بیگ کیوب خیلی خفن تولید میکنه کلن، 8-9-10 آره 11 اصلا کوین هیس فقط بی کیوبای یوکسین دستشه. خب بچه ها کوین هیس یکی از قولای بی کیوب جهان بوده، هنوزم هستش. خب بریم سراغ باز برگشتیم روی شرکت چین یا همون کایوای خودمون، کایوای مگنتیک باکستار. تو چین بهش میگن MS. آره. یعنی سریش مثل میلان یه سریه که MS 2-3-4-5 پرمی، یه جعبه بسیار مقاوم بیا بعد 100 تومن پول باکسشه دیگه، اینجوری در نظر بگیری. تجهیزات اضافی و اینا نذاشته، باکس خوب گذاشته برای بچه‌ای که میخوان روکشون مواظب خودش باشه. اینو باکس خیلی مهمه، هم کثیف نمیشه هم ضربه نمیخوره. باکس خریدن جلو این در واقع دیگه. آره دیگه. باز سبک اقتصادی واکتیری رو داریم ما اینجا. دقیقاً. و سبک اقتصادی واکتیری ام که دیگه تولید نمیشه از نظر من اونجوریه. رنگ بندی همونه تقریبا، مات بینشه بچه ها، یه رنگ عجیب غریب داره، نیمه برا نیمه برا نیمه مات بینشه. کارخونه زد قدیمه بینه میگفت زد برایت، اگه آفرین زد برایت، یکی از شرکت مطرح توی تولید استیکر در قدیم، شرکتی با نام زد، اون به اینا میگفت زد برایت، حالتی بین برا و مات یا حالا یه اصطلاح خودش. حتما اینها عین هم دیگه تقریبا، فقط تاندر کلپ ورژن 3 براق، این یه خورده زد برایت یه خورده. آره سرعت این از تاندر کلپ بیشتره، ولی تاندر به نظر من پایدارتر، تاندر استیبل تره، این از سرعت بیشتر. یعنی اگه خواستین توی سبک واک بگیرین سرعت بیشتر بگیرین کایوا ام اس بگیرین، خواستین استیبل تر باشه تاندر کلپ ورژن 3. دقیقاً اگر که رفتی تو سبک واک شب سرعتی هم داره، مگنت های این روبیک کاملا حس میشه، یعنی شما میفهمید ولی مگنتش متوسطه، درگیرت ولی نمیره از یاد. من اصلا اون سگ مگنت خوشم خود نمیاد، اصلا یولان نیست که نه. آره من خیلی دوستش داشتم. آره منم دوست دارم، البته که اینم بگم وزنش هم سبکه. آره 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 از این سبک خودش این خودش تاثیر خوبی گذاشته. سر و صداش هم که یه کوچولو احساس میکنم شبیه مثلا سر و صدای ییشنگه. آره. بچه‌هایی که ییشنگ میپسندن و کلا روبیکای سر و صدا دار، خیلی ها روبیکای وایسلس دوست دارم، به مخاطبای یوتیوبمون هم بگیم وایسلس روبیکای، یعنی که کم صدا تر، ما بهشون اصطلاح میگیم وایسلس. این روبیکای زر سر صدا دارن، گوش کنی میبینی تق تقش رو میشنوی و خیلی هاش حال میکنن، مثلا من دوست دارم کیف میکنم صدای روبیک میادش. اینا رو همه رو تو خریدتون در نظر بگیرید. 56 میلیون مثلا با صدای روبیک کار می‌کنه، اصلا که نه روبیک نباشه. البته این معیار 2 ساله فکر کنم خیلی مود. ماماناشون مود کردن. نمی‌دونن صدای روبیک میاد. کارخونه روبیک تولید کرد. ماماناشون میگن آقا مثلا یه روبیک بزنین صدا نده. ولی روبیک واقعا خوبیه. خب ارزش قیمتیش هم بخوام بهتون میگم هولوش 600-700، یعنی بالای 700 نرفته. تو تخفیف هم که بمب بمب. یه روبیک مینیه، زیر یک سریع 50 میلیمتریه، تو جیب جا میشه، پر تجهیزات، مگنت اضافه هم براتون گذاشته، پایه گذاشته، پیچوچی تنظیم گذاشته، سری از کارخونه یانگجون چین. ژیلانگ ورژن 2 درسته؟ نه ژیلانگ یه سری بیشتر نیستن، کلا ژیلانگ یه سریشه. آره مگنتیه. ببینیم بچه اینجا رو عین حالت کیوبای 3 و 4 و 5 داره، هم 3ش هم 4ش هم 5ش، سایزاشون کوچیکتر از سایزای نرماله. 3ش اندازه 2x2 نرماله، 4ش اندازه 3x3 و 5ش اندازه 4x4. بچه‌ها پایه داره، یه پایه باحال بهش میشه. آره. پایه رو باید اسمبل کنیم. دی آی وای دو ایت یور سلف. با خودتون پایه رو درستش کنید. گوشتیش هم خیلی باحاله.
اینجوریه و مگنت اضافه برای بچه که دوستان مگنتشو بیشتر کنن تجهیزاتی خیلی خوبه. بعد این روبیکا هستش مثل وانهنده و کسایی که کلا دستای کوچیکتری دارن نسبت به چیزا بسیار روبیکا سرعتیه. کلا تمام سری جیلانگا رو شما تست کنید عشق میکنید. 4 و 5 اش که معرکه است. چرا؟ کوچیکه. آفرین. چون کوچیکه. بعد شما تصور کن 4 دستت بگیری اندازه 3 درسه چه حالی میده؟ اندازه ای ببینیم بچه‌ها اصلا مشخص انگار یه پر از اینا کوچیک‌تره. وزن که نداره. بذار اول با یه دست شروع کنیم. تو جیب جا میشه. میدونی مثلا میخوای همراهت ببری یه روی که سرعتی سهش با آره قاطی شد بچه سرعتش رو میبینین واسه یه دست که فوق‌العاده است. تازه بریک نشده داریم. آره نه هنوز پیشش رنگ بندیش تقریبا براقه به براق نزدیکتره. آره بعد بریم که من خود خیلی دوست دارم مثلا روی کوچولو دوست دارم یعنی مثلا 4x4 جیلانگ فیوریت منه انقدر باشش میکنم. 3x خیلی بانمکه. بعد تو کیف خیلی راحت اینا جا میشه. برای بچه که دست بزرگ دارم برای دو دست پیشنهاد نمی کنم. آره. ولی واسه بچه دستش ببینم چون دست بزرگ راست میگه. آره. نه راست میگه. مگر اینکه یه جوری میشه پیشنهادش کرد. شما این روبیکو داشته باشی 3 روز باهاش حل بزنی عادت میکنی. 3 روز باهاش حل دو دست بزنی میشه. اینی که میخوای ببری آره. بیرون با خودت. سایز بیشتر سایز میتونه باشه. قاعدتا کسی بعد نباید روی که 50 میل رو بخره که مثلا بره مینش بشه بره مسابقه. قاعدش این نیستش. چون رو دستای چیز فرمولاش گیر میکنه. آره دیگه مثلا جیب خواهی بزنی اذیتت ممکنه اذیتت بکنه. نه البته میزنم ولی خودم فیورت هم نیستش که مثلا اینجوری باشه. سرعت مناطش هم که دیگه سرعتش خیلی خوبه. خیلی خوبه ولی حواستون به اندازش باشه دیگه. بیشتر رو سایت حساب بکنید برای تو کیف حساب بکنید برای یه دست حساب مدرسه میلی حساب بکنید برای دسته کوچیک مثلا 9 سالشه 8 سالشه 7 سالشه دستش کوچیکه میتونه گزینه باشه. خب رسیم به اقتصادی ترین روبیک گن. چه روبیک؟ مانسترگو ورژن 2 مگنتیک. بچا گن خب نخواستش که با اسم خود گن که همیشه اصلا تاپ لول تولید میکنه یه روبیک ارزون قیمت بزنه ولی خواست با خصوصیات روبیکای گرونش روبیک ارزون بزنه که تو همون خطوط تولید اختصاصی از دست نده. بازار اختصاصی میدونی گن رفتش یک مدتی کنار به خاطر اینکه گرونه. بعد اصلا بعد کایوای دی ترکون دیگه بعد پشتش مویو ترکون وایجه شنگشو دیانشنگ هم ول نکردن اصلا این بازار از دست گن در رفت. خط اوورد به نام سابرند مانسترگو روبیک 2x2 3x3 هرمی، مگامیمس، آینهی، ماری و کلی روبی که دیگه تولید کرد به شدت با کیفیت قیمت ولی ارزون. در واقع یه چیزی که خواست ثابت کنه این بود که آقا من روبی که ارزون هم بزنم طول عمر بالا ارائه میکنم به شدت و مثل روبی که یه گن اصلا 2 سال دیگه هم همینه. بذاره صداشو گوش کنیم بچه ها. خیلی نرمه یعنی مگنتیکه خیلی نرمه. ورژن یکش اسپرینگ داشت. تو ورژن 2 کارخونه اومد گفت نه آقا من میخوام اسپرینگ رو بردارم. نه برای شعار اقتصادی گفت آقا اینجوری بهتر تنظیم میشه. برعکسش کرد. آره در واقع اونجوری اسپرینگ داشت خیلی فروششم بیشتر بود اما از نظرمون خب طول عمرش پایین بود. اسپرینگ بعد از یه مدت از سر محورها شل میشد تو ورژن یکش. گنم به شدت حساس رو طول عمره یعنی شما 5 سال باید در روبیک گن استفاده بکنیم و به کیفیت اولش هم حالت تقریبا تقریبا حالت چیز داره براق یکم شبیه تایمینگ نیست. آره دقیقا شبیه خوشگلا. همونه ولی سرعت بالا این استیکرهای فسفوری پررنگ من خودم بیشترشون دوست دارم مثل تایمینگ دقیقا و اقتصادی ترین روبیک گنه که بچه ها اینو واقعا پیشنهاد میکنم برای بچه سرعتیه دیگه. این واقعا سرعتیه و واسه مسابقاته. مگنت ها رو حس میکنید آپر میدیومه یعنی اینجور نیستش که حس نکنه اصلا حس نکردنه که بزنید کنار. اونایی که 50-50 هم هستن حسش میکنن ولی دخالت مگنتش زیاد نیستش. برای من مثلا حس روبیکایی رو میده که میشینی حل میکنی دوباره میخوای حل کنی سه باره میخوای حل کنی 10 باره میخوای حل کنی چون حرکتش خیلی نرمه خیلی باحاله حس خوب میده نه؟ خیلی باحاله فهم میگم شاید روبیکای زریه توانی نیست حس حرکتی روبیک خیلی مهمه هیچی ها هیچی نزاشه یعنی اومده گفته اینقدر خیلی میکنم همه چی دیگه تو روبیک باشه بچه ها نیا کنید میبینید اصلا حرکتی هم داره اصلا رد نمیشه اصلا شما تو یو رد نمیشید ببین چقدر مگنت ها داره
میگیرتش و خب وقتی که ام باهاش میزنی دو لایه رو درگیر میکنی قشنگ احساس اسموت بودن داری. من دوستش دارم، جزو واقعا روبیکای محبوب من هستش. البته بازم تاکید میکنم به نسبت قیمت الان که دارم باهاتون صحبت میکنم تو اردی بهش این روبیک هولوش قیمتی 1 میلیون داره و اون دوستانی که دارن لایو رو میبینن بدونن که الان دقیقاً امروز این روبیک هولوش 700 خورده ای و خیلی ارزنده است. 40 تا تخفیف خورده دقیقاً خیلی ارزنده. و اما میریم رو شاه شاهای این قسمت، آرس تیری ام 2020 مگنتیک. البته مگلبش هم اگه تو این بره دارین میبینین، این هم الان زیر یه تومن خیلی عجیبه. این البته زیر یه تومن استثناءن تو این دوره تخفیف زیر یه تومن. اگه دارین لایو این هم الان میتونین بخرین بچه ها. این روبیک قیمتش الان هولوش 1300 توی تخفیف شده یه تومن 999 تومن. مگنتش ولی مگنتش به عقیده خیلی بهترین تولید کارخونه مویو تو سال 2020 بوده. فوق‌العاده سرعت بالا، پایداری. اینو بازش کنیم بریم سراغش. یکی از انتخابایی که بچه ها واقعا حرفه‌ایه. اختم من کی بودش یاد نمیخدم رفتش دادن 3 خورده تو مسابقه بود با همین آرستریم. آره با آرستریم 3 زده بود تو مسابقه رسمی. یعنی اومده بود یه ریسک فزاینده عجیب غریبی کرده بود. علی مویا هم اسپانسر شدیدش شد. دقیقاً مویا هم گفت دمت هم گرم این کارو کن. اینم پولش. بچا اینو یوتیوبرها اون سالها اسمشو گذاشتن سریع‌ترین روبیک اقتصادی جهان. سرعتش بسیار بالا. تک و توک بهش گفتن فلگشیپ کیلر، یعنی قاتل پرچم‌دارای مویو. البته به نظرم یه مقدار اغماز بود انصافا دیگه نسبت به قیمتش. آره ولی خب واقعا قیمتش قیمت متعادلیه. مثل مثلا چیز دیگه شیائومی گوشی میده میگن قابل پرچم دار. بچا تجهیزاتو نگاه کنید، حالا تا ما عرضه میخواد تست کنه این تجهیزات. تجهیزات یه روبیک حرفه‌ایه. پیشگوشتی تنظیم اینو ببینید، آچار تنظیم اسپرینگ. یعنی چی؟ یعنی سیستم دوال اجاستمنت روش نصب شده، تنظیم دوگانه. یه نات اضافه هم براتون گذاشته که اگه نات های اسپرینگتون گم شد راحت بتونید عوضش بکنید. پایه هم داره، وزنش سنگین نیست، مگنت ها حس میشه، فوق العاده خوش رنگه. از این حالت های میگن جنس ضد تعریق، ضد عرق لیز نمیخوره. خیلی سرعت عجیب قریبه. به نظر من واقعا لقب مثلا اقتصادی ترین روبی که سرعتی واقعا برازنده باش خرد. مثل آب خوردن میشه 6700، مثل آب خوردن. یعنی همراهی روبی به شدت بالا، کنترل پذیریه به شدت بالا، استابیلیتی نسبت کنترل پذیری به نظر من یه کوچولو پایین. انقدر سرعت بالا یه کوچولو کنترل پذیریش پایین تره. مثلا یکی از سوالایی که خیلی از ما میپرسید مانستر گو آرستریه مقایسه میکنه. همین الان پرسیدم، گفت حالا خودتون بگین بین اینو مانستر گو که انتخاب کنید. من به دست من مانستر گو بیشتر میشه. این چرا؟ چون من سبک این روبیکایی که یه خورده ضربه ای تره و جنس پلاستیکش هم خوش کنم، یه حالتش جور دیگه. یه نظر من اینه. آره نظر من اینه، نظر شما مانستر گو. من مانستر گو رو به دست من بیشتر میشینه. خب البته برای من کنترل پذیری روبیک خیلی مهمه که از دستم لیز نخوره. این روبیک گاهی از دستم لیز میشه. سرعت این از مانستر گو ولی بیشتر. بله 100%. و بچه ها روبیک آرستیره مگلب یه روبیکیه که مگلب شده اینه تورده حرفه‌ای محسوب میشه. آره این استثنا تو این جمعه. آره این هم چون امروز تخفیفه تو این جمعه. الان آره. چقدر بود؟ الان 999 تومانه. الان زیر یه تومانه. قیمت استثنائیه برای این روز. و دوست داشتین سریعتر بگیم بچه ها این 2021 تولید شد، اواخر 2021 هم تولید شد، نزدیک 2022 با تکنولوژی جدیدی که شرکت گن اولین بار اووردش. و خب گن عادت نداره خیلی چیزها رو انحصاری کنه، به خاطر همین مثل شرکت‌های دیگه ماشین سازی میاد تکنولوژی رو برند نمی‌کنه و در نتیجه بقیه هم میتونن ازش استفاده کنن. خیلی سریع مرکز مگنت، مرکز آهن رو با که توی گنز بود رو کارخونه‌های دیگه هم اومد. اسمش هم مگنتیک لویتیشنه. دو تا آهن رو با هم نام رو میذارن روی هم دیگه و روش پیچ می‌بندن، به شدت دافعه ایجاد میکنه، سطوح رو میکشه، اصلا فاصله میده، استکاک به شدت پایین میاد. بچه ها در مورد آرستریم مگلب، نسخه مگلب شده آرستریم 2020، ظاهر شکل جعبه یکسان. فرقی که به نظر من داره اینه که یه ذره سنگین تر شده به خاطر مگلبش، اما کنترل پذیر تره. سرعتش اسکام یه ذره با این تقریبا یه نمره پایین تره، ولی
کنترل پذیر از این بیشتر. خب آره یه توضیح بدم، دقیقاً معارضا داره درست میگه. به دلیل اینکه اینا مثل الکلنگن، روبیک رو که کنترل پذیر میکنی یه مقدار سرعتش افت میکنه، اما افتش اینی که ما میگیم افت، چیزی که تو ذهن شما من گفتم یک نمره، خیلی کم، اصلا حس نمیشه. ولی بله درست میگی محمد رضا، حرفش درسته. کنترل پذیری این روبیک بالا رفته. چرا کنترل پذیرتر شده؟ به خاطر اینکه خب همه جهت ها الان آهنربا کار شده دیگه، این آهنربا همدیگه رو جذب میکنن، دوستای رو همدیگه هم که قرار همدیگه رو دفع بکنن، در نتیجه این سرعت یک کوچولو پایین بود ولی کنترل پذیرش بالاتر رفت. واقعا آر اس سی ام شاهکار مویو بود بعد از دبلیو آر ام، خیلی خوب عمل کرد تو سری آر اس سی ام، خیلی خوب عمل کرد. حالا این روبیک ها تو سری های بعد که دیگه 2022 به بعد اومد، که اصطلاحا بهش میگن سوپر آر اس سی ام ها، اومد حتی نسخه رو اضافه کرد که کورنرا رو مگنت کرد، مرکز رو مگنت کرد و اسمش بالکوره، یعنی مرکز روبیک مگنت. در نتیجه این گردش هایی که ایجاد میشه، مگنت کورنرها با مگنت مرکز همدیگر رو جذب میکنن و استابیلیتی رو بالا میبرن. اینا خیلی خیلی توی سرعت های زیر 10 براتون معنی پیدا میکنه. اینم از آنباکس تمامی روبیک هایی که واسه زیر 1 میتونیم بگیم. اگه گفتن که آره سیره مگلف بهتره یا 20-20 نظر شما؟ مگلف منم میگم مگلف، میگم چون کنترل پذیری آره، من میگم 10% سرعت آدم فدا کنه ولی کنترل بشه. الان محمد مهدی خسروی اینجا بود میگفتش که 20-20 چرا؟ چون که رو سرعت گفتن که لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. مرسی که اونو هستین، به توی کامنت ها بنویسین که دوست دارین سبک بعدی ویدیو چجوری بشه، لایو بعدی رو باز واسه 3% بگیم یا نه روبیک های مختلف رو بگیریم، کامنت برامون بذارین. ارادت، موفق باشین، خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا نگهدار.